این ویدیو رو ساختم چون خسته شدم. خسته شدم از دروغ، از دوروی، از فاصله گرفتن. از همون اول سیاست من و چنل و ویدیوهام این بود که با مخاطبام که نه، با دوستایی که براشون ویدیو می‌ساختم صادق بودم. براشون ارزش قائل می‌شدم و تمام تلاشم این بود که تو لحظات خوش زندگیم تک خور نباشم و اونو با بقیه تقسیم کنم. و خب چرا بهتر از ویدیو ساختن؟ ولی از کجا بود که همه این داستانا زیر سوال رفت و از کجا بود که من شروع کردم به پنهانکاری و دروغ گفتم به کامیونیتیم و از کجا سعی کردم با ویدیو ساختن فقط پول در بیارم؟ جواب از اونجایی که اعتمادم به آدم از بین رفت. و کی اعتمادم به آدم رو از دست دادم؟ وقتی که با یه آدم اشتباهی آشنا شدم. نمیخوام خیلی کلی بازی در بیارم و چوسی بیام، چون الان دیگه به قدر کافی عقلم سر جاش اومده و فهمیدم چه گوهی خوردم. بنابراین چیزی جز عذرخواهی براتون ندارم. اشتباهات زیادی در مقابلتون داشتم که بخوام به خاطرش عذرخواهی کنم، ولی دلیل عمده همشون برمیگره به این موضوع که من همتون رو به چشم اون آدم اشتباه دیدم و به خاطر همین باهاتون رفتار اشتباهی داشتم و اول از همه بابت همین کارم عذر میخوام. بابت اینکه مثل قدیم و همونقدر که شما بهم اهمیت میدادید بهتون اهمیت ندادم عذر میخوام. بابت اینکه کانتنت کریتوری و به اشتراک گذاشتن لذت خوشم رو با شما تبدیل کردم به شغلی برای پول درآوردن عذر میخوام. بابت اینکه مشکلاتم رو بهتون نگفتم و به جاش همشون رو ازتون مخفی کردم و کلی بهتون دروغ گفتم عذر میخوام. و عذر میخوام که اینقدر دیر فهمیدم و برگشتم. ولی بیاید راجع به موضوعی که به نظرم مهمتره صحبت کنیم. به نظر من فقط معذرت خواهی کردم به درد هیچ بنی بشری نمیخوره، بلکه این جبران کارهاست که میتونه منو راضی کنه. پس برای شروع میخوام که بدونید من از زمان شروع اعتراضات همگیر تا الان تو زندگیم چی کشیدم. کوکائین. تو چقدر نمکی کونی. و بعدش تا 13 به در همین امسال از هر چی که شما بگین ویدیو میذارم. پس بریم که ببینیم دقیقا زندگیم از اون موقع تا الان چه شکلی بوده. خب دوستان، از اونجایی که طرح عادی سازی در حال اجراست و اگه اون موضوع رو که خودتون میدید دقیقا چیه ازش حرف بزنم سرم میره تو گونی، پس از این قسمت داستان میگذریم. دارم دیوونه میشم. هدف من از وجود روی کره زمین چیه؟ این 90 کیلو هیکل بی‌مصرف دقیقا قرار چیکار کنه؟ نه شغلی، نه پولی، حتی انگیزه من ادامه دادن ندارم. با تو خیابون رفتن هیچی درست نمیشه، با تو خونه نشستن هم هیچی درست نمیشه. با من چیکار کنم؟ جا کشم من چیکار کنم؟ چیزی درست کنم؟ من دلم میخواد بمیرم، یه مرگ آروم بی سر صدا، بدون اینکه کسی متوجه من بشه. خب اونجوری که معلم حسابارم میگفت فقط کافیه سطح علمیم توی درس رو بالا ببرم و به دانشگاه درست درمون برم و اونجا میتونم با چیزایی که یاد میگیرم بالاخره یه خاصیتی توی زندگی نکبت پارم داشته باشم. از مدرسه هم متنفرم، از کل کلاس متنفرم، اصلا نمیشه توش درس خون. اکثر درسایی که خودم دارم تنهایی میخونم. از خانواده هم متنفرم. فقط رو اعصابم، فقط رو اعصابم. باید یه جوری از این جهنم فرار کنم و برم یه جایی که بتونم توش مثل آدم درس بخونم و پیشرفت کنم. مدرسه شبانه روزی بهترین جایی که من میتونم توش یه گویی بخورم. من فقط یه جایی میخوام که ساکت باشه، کسی توش نباشه و بتونم تو تنهایی آرامش درسم بخونم. فقط کافیه که امتحاناتو خوب بدم تا به مدرسه درست درمون برم. از این زندگی متنفرم که حتی بهم اجازه نمیده مدرسه‌ام رو انتخاب کنم. به هر کی میگم شبانه روزی میخوام پشمش میده، چون هیچ احمقی خانواده‌اش رو ول نمیکنه که بره جای دور که درس بخونه، اونم توی دبیرستان. و منی هم که میخوام این کارو بکنم نمیتونم، واقعا نمیتونم. چرا نباید بتونم؟ وقتی وارد مدرسه غیر انتفاعی میشی برگشتم به مدرسه دولتی از هفت خان رستم هم سخت داره. خب جا کشا، کل مدت مدرسه دولتی بودم، حالا یک و نیم ساله که اینجام، چی میشه مگه؟ این قانونیه که آموزش و پرورش رو وضع کرده. چینم تو سردر آموزش پرورش؟ توف تو این زندگی، خواستم برگردم یوتیوب نشد، الان باید با آپارات تخمی کنار بیام در حالی که میدونم بی‌ناموس ترین عالمه. خیلی کارا سعی کردم بکنم، هیچ کدومشون نشد. بدش کن توفت زندگی من که به سگ بدی نمیدادش. میشینم یه گوشه بازیم رو میکنم، تهش هم مثل سگ فلج میمیرم. کی به زندگی من اهمیت میده؟ چرا من حس میکنم یه چیزی اشتباهه، یه چیزی ایراد داره این سبک زندگی، اینطور رفتار با بقیه؟ یه جایش مشکل نداره؟ الو زنم برار، گربانه تو خوبی؟ گربانه آره، من اصلا اعصاب و سلن دارم، بذار یه سر بریم بیرون. ماش یه چند دقیقه آمدم. باشه خلاص.
بابا ولکن بابا اصلا حوصله ندارم. چرا؟ بابا این آپارات کونیه دیگه، اینقدر مزخرفه که اصلا ازش نمیرم واسهش ویدیو آماده کنم. اصلا واسه ما به هم ریخته. خب مهدی از همون اول چرا یوتیوب رو ول کردی؟ بابا خودت که وضع مملکتو میبینی، اصلا معلوم نیست فردا مرده یا زنده. گفتم لااقل از وقتی همه جا حکومت نظامی شد لااقل تو آپارات کامیونیتی مو داشته باشم. اشتباه کردی دیگه مهدی، اصلا مهم نیست وضع مملکت چه جوری پیش میره، تو باید یوتیوب رو میچسبیدی. چرا مهم نیست هادی بابا، الکی تلاش کنم که به چی برسم مثلا. ببین مهدی، اون روز یه ویدیو تو چنل دیسکوردت دیدم، یکی از فنها درست کرده بود فکر کنم، خیلی تمیز. یه ویدیو راجع به این بود که پیشرفتت در طی این زمان رو نشون میداد تقریبا. خیلی خوب بود اصلا. من جای تو بودم لااقل به خاطر اینجور فنها که دارم یوتیوب ادامه میدادم اصلا. فنهای تو هم که واقعا تعصبی، با همه خیلی فرق داشتن. خیلی اشتباه کردی که بلشون کردی. هادی راست میگفت. خب بذار یه سر به چنل یوتیوب هم بزنم ببینم چه جوریه. بی خیال بچه ها، من چه گوهی خوردم، تا این اشتباه زندگی مو کردم که به خیالشون شدم. ولی خب الان چی کار میتونم بکنم؟ بهترین کاری که میتونم بکنم فقط همینی که برگردم و سعی کنم واسه شون جبران کنم. خب پس بذار ویدیوشو درست کنم، که این ویدیو رو ساختم چون خسته شدم. راستی یه توت نره که تو کامنتر همین ویدیو بهم بگید که دقیقا از چه چیزی ویدیو میخوایی، چون تا 13 به در هر چی شما بگین همونه.